نامه های زندان، نامه های عاشقانه، درد دل یا سیاسی. معمولا خواننده زیاد دارد و این روزها از پشت این دیوارها گاهی نامه‌ای رد می شود. شاید کسی همین حالا با تردید قلمش را روی کاغذ می لغزاند در اوین یا رجای شهر و مخاطب نامه همسر، فرزند، ملت. بعضی از این نامه ها از بخش نامه های وارده دفتر رهبر ایران سردر می آورد. دادخواهی. نامه عبدالله مومنی یکی از این نامه هاست. این فعال دانشجویی 15 صفحه نوشته تا بگوید اعتراف هایی که از او پخش شد حرفای او نیست. با هدف امتیازگیری از نظام گفته زیر فشار بازجوها مجبور شده به جرمهای اعتراف کند که روحش خبر نداشته. آقای مومنی که به 5 سال زندان محکوم شده میگوید بازجوها سرش را در چاه توالت فرو کرده بودند تا اعتراف کند با دیگران رابطه جنسی داشته. میگوید اگر آنچه میخواستند نمینوشت باید برگه بازجویی را میجوید و قورت میداد و او جویده و قورت داده. چند جای نامه عبدالله مومنی با 3 نقطه پر شده. آنجا که می نویسد بازجوها مادرش، همسرش و خواهرانش را با کلمات رکیک خطاب قرار دادند. از این 3 نقطه ها در نامه های زندانیان سیاسی دیگر هم هست. محمد نوریزاد، عیسی سحرخیز و حمزه کرمی هم از این نامه ها نوشتند. حمزه کرمی مسئول سایت جمهوریت و یکی از فرماندهان سپاه در جنگ گفته بعد از 20 بار که سرش را در توالت کردند هرچه بازجوها خواستند نوشته و امضا کرده. فصل مشترک همه این نامه ها حکایت سلول های تنگ و تاریک و بدرفتاری بازجوهاست. بعضی از زندانیان نوشتند در زندان مجبور شدند علیه خودشان یا دیگران اعتراف هایی کنند که حقیقت نداشته. بله متهم هرچه درباره خود بگوید در دادگاه این حجته. اینی که بگن در دادگاه درباره خودش اگر اعترافی کرد حجت نیست، این حرف مهملی است، حرف بی ارزشی است. نه، هر اقراری، هر اعترافی شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در یک دادگاه در مقابل دوربین، در مقابل بینندگان میلیونی، هر اعترافی که علیه خود بکند متهم، این اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است. اما علیه دیگری بخواد اعترافی کنه نه. حالا فعالان حقوق بشر میپرسند اگر از زندانی زیر فشار اعتراف بگیرند چه؟ سوالهای بی جواب، نامه های بی جواب، سکوت، سکوتی که علامت رضایت نیست. فرزاد کاظم‌زاده، BBC.